بنام او که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور او بیافروخت. سلام عرض ادب و احترام تقدیم و شما بیننده های عزیز و محترم، دوستان خوب ما، عزیزان فارسی زبان در هر کجا که هستید و بیننده برنامه خودتون، برنامه زنده روشنا تلویزیون جهانی هادی هستید. عزیزان و بزرگواران، انشالله همیشه صحتمند و سلامت باشین. آرزوی ما و همکارانم برای شما خوبی و خوشی است. انشالله عزیزان و دوستان، روز چهارشنبه است، امروز 18 اسد 1402 است. همچون چهارشنبه های دیگه مهمان خوب برنامه ما خانم شریفه الزاده است. اجازه بدن سلام احوالپرسی هم با مهمان بزرگوار داشته باشم. سلام علیکم خانم الزاده، بسیار خوش آمدید. سلام، تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت بینندگان عزیز این برنامه. هر جایی که هستین انشالله جور صدمن باشید و روزگار بر شما خوش باشد. خوشحالیم که یک بار دیگر شما رو ملاقات میکنیم. تشکر از شما خانم عزیز، ما بسیار خوشحال هستیم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم. اما بیننده های عزیز و محترم، شماره تماس برنامه زیرنویس میشه، بیادتان نرود، هر زمانی که خواستید 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته در خدمت شما هستیم. انشالله از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که با ما در ارتباط شوید. نظرات خودتان، انتقاد و یا پیشنهاد اگر دارید، اگر کدام سوال از کارشناس ما خانم شریفه الزاده دارید و یا از دیگه کارشناسای ما، حتما برای از ما پیام های خودتان را، سوالات خودتان را روان بکنید و تأکید کنید که حتما در پیامتون عنوان کنید که برای برنامه زنده روشناس انشالله انتقادات شما، نظرات شما ترتیب اثر داده شد و به سوالات شما عزیزان انشالله پاسخ داده شد. اما بزرگوارم، برنامه به صورت لایو از طریق اینترنت هم پخش میشه، میتونید که از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی برنامه رو ببینید، نظرات خودتون را برای ما بگذارید. ما بسیار بسیار خوشحال میشیم نظرات شما دوستای عزیز را دریافت میکنیم. اما بریم به سراغ موضوع امروز برنامه و مبحثی که خانم شریفه الزاده برای ما حاضر کردن. خانم الزاده، موضوعی که انشالله در این برنامه و برنامه آینده در خدمت شما خواهیم بود چیست؟ بله، انشالله در خدمت دوستای عزیز خواهیم بود با موضوع تعلیم و تربیت. و امروز میخوایم در مورد اهمیت و ضرورت تعلیم تربیت گپ بزنیم. از اونجایی که تعلیم تربیت در کشور ما متاسفانه بسیار غریب افتاده و کمتر در او توجه میشه، مخصوصا در سالهای اخیر و اتفاقاتی که افتاده، غربت از او بیشتر شده و واقعا مظلوم واقع شده، انشالله سعی میکنیم در این برنامه انشالله یک آگاهی داشته بدیم به خانواده ها که چقدر اهمیت داره و چقدر ضرورت داره دنیای تعلیم و تربیت. معمولا مزد هم در کلام شما، خب شما میفرمایید که در کشور ما غریب افتاده تعلیم و تربیت، اما خب این به تفاوت دیدگاه ها برمیگرده. چون ممکنه مثلا من یک تعریف حداکثری از تعلیم و تربیت داشته باشم، مثلا معتقد باشم که خانواده ما، اولادای از ما، چه بچه چه دختر، باید یک آموزش حداکثری را ولو در دانشگاه حتی و بالاتر از او ببینن. یک نفر دیگه بگه که خب تعریف شما بسیار تعریف گسترده است، تعلیم و تربیت یک امر بسیار زیقتر از ایست و کفایت میکنه برای که مثلا فقط بچه ها تعلیم ببینن و بعد از او مثلا تا یک حد خاصی مثلا در صنف 6، صنف 10، صنف 12 نیازی نیست که بیشتر از او کسی تعلیم و تربیت را داشته باشن. اول اصلا میخوام علیزاده بگید تعریف شما با عنوان کسی که روانشناسی کار کرده و سالهای سال هست در این زمینه کار میکنه، در روانشناسی تربیتی کار کردید، مراد از تعلیم و تربیت چیز، تعلیم و تربیتی که ضروری است برای که انسان ها ببینند چیز، و بعد از اون به سراغ ادامه مباحث میکنم. تعلیم و تربیت به معنای آموختن، به معنای پرورش استعداد هاست که در دنیای تعلیم تربیت انتقال ارزش ها، فرهنگ ها، عنعنات و اون ارزش ها و هدف هایی که یک جامعه میخواد یک شهروند او داشته باشه در نظام تعلیم تربیت انتقال پیدا میکنه به نسل جدید. اینی که ما یک عده ما واقعا به این باور رسیده باشیم که موتور حرکت جامعه، موتور پیشرفت جامعه، موتور تحرک و پویایی جامعه در نظام تعلیم و تربیت نهفته است. اگر نظام تعلیم و تربیت یک جامعه کند حرکت کنه، انتظار تحول و پویایی را از او جامعه نداشته باشیم. خب حالا برمیگردیم به این مسئله که شاید یک سوالم در ذهن بینندگان باشه، کمی تعلیم تربیت از کی شروع شد، چه رقم شد که ما وارد تعلیم تربیت میشیم. ببینین، از زمانی که بشر متولد میشه تعلیم تربیت از او شروع میشه. چرا؟ در کجا؟ در کانون خانواده، توسط کدام مربی
پدر و مادر، که یک روش سنتی است. خب بسیار در جامعه ما هم رواج داشته، یعنی سالهای زیادی شاید از جامعه ما نگذشته باشد، چون خب بالاخره کشورهایی هست که تقریبا یک مقدار خیلی دیرتر وارد دنیای تکنولوژی و مدرنیته شدیم و یک کشوری و یک جامعه تقریبا سنتی داریم. خب تعلیم تربیت در گذشته به شکلی که مکاتبی که ایجاد می شده یا مدارس دینی یا مساجد صورت می گرفته. به طور کلی خانم بنجان، تعلیم تربیت دو قسمه، یا رسمیه یا غیر رسمیه. غیر رسمی که مسئولش هم خانواده ها میشه، چیزی که در گذشته بوده. وقتی کودک متولد میشه در یک خانواده، خب وظیفه پدر یا مادر از او، وظیفه پدر کلان مادر کلان از او بوده که اون آداب و رسوم و ارزش ها و عنعنات قوم و قبیله خود در نسل جدید آموزش میداده، حالا چی به صورت عملی چی به صورت گفتمانی، ده آموزش میداده که بچه‌م باید سبک لباس پوشیدن دیرقم باشه، گپ زدن دیرقم باشه و رفتار اجتماعی چه رقم باشه. همه اینها به صورت عملی در کانون خانواده آموزش داده میشه در نسل جدید. خب زمانی که کم کم جمعیت زیاد میشه، خب زندگی ها پیچیده تر میشه، ماشینی میشه دیگه، خانواده جوابگوی این رقم تعلیم تربیت نیست که ما هر آنچه که خود یاد داریم این فرصت نداریم که به نسل بعدی خودم منتقل کنیم. خود در گذشته مثلا پدری اگر نجار بوده، اگر خیاط بوده، اگر کوزه‌گر بوده، همو حرفه خوده به اولاد خود منتقل میکرده و او هم همون رو دنبال میکرده و حرفه پدر رو ادامه میداده، ولی دنیای امروز نمیتونه همچین با این شکل آموزش ادامه پیدا کنه. تا اینکه تربیت به صورت رسمی شکل میگیره، رسمی زمانی که کنار خانواده مکاتب تشکیل میشه، مدارس دینی کم کم تشکیل میشه، مساجد هم این رقم که وظیفه تعلیم و تربیت را به یک استاد دیگه‌ای واگذار میکنه که در کنار خانواده و استاد هم وظیفه داشته که کودک خود کودکان را با زبان، با خطی که رایج بوده در اون مملکت، با اون فرهنگ و ارزش‌های دینی و غیر دینی که در اون کشور رایج داشته، آداب عنعنات فرهنگی گذاشته کنه، در اون کودک خود آموزش میداده و او را مورد تعلیم و تربیت قرار میگرفته. از چه زمانی رسمی شده؟ از زمانی که خط اختراع شد، از حدود 3000 سال پیش که خط اختراع شد و بشر علم را در تسخیر خود گرفت، از اون زمان بود که تعلیم تربیت رسمی هم شروع میشه. خانم علیزاده، اگر مثلا در خانواده یک پدر و مادر هم وقتش را داشته باشن، هم تواناییش را داشته باشن که مواردی که مورد نیاز طفلشان است به آموزش بدن، چنین شرایطی کدام تربیت بهتر است؟ یک تعلیم تربیت فقط این نیست که ما مستقیم فقط آموزش داده باشیم. تعلیم و تربیت انتقال فرهنگ و ارزش را در درون خود داره به نسل جدید. تعلیم تربیت جامعه پذیری، همپذیری و تغییر و تحولی که او اجتماع نیاز داره در کودک ایجاد میکنه. در یک خانواده اگر پدر و مادر انحصارا بگم ما کودک خود آموزش میدیم و این نیازی به مکتب بیرون نداره، نیازی به فاکولته و دانشگاه نداره، خیلی سخت در اشتباهه. چرا که یک پدر و مادر نمیتونه علم بشر رو در تسخیر بگیره و بگه ما توانایی داریم که هر آنچه که ما یاد داریم در کودک خود. خب در خانم علیزاده، در دانشگاه هم کسی نمیتونه که تمام علوم را در اختیار قرار بده، بالاخره خب دنیای امروز محدود هست. دنیای امروز بسیار تعلیم تربیت پیچیده شده، فقط محصور حتی نه در خانواده، نه در مکاتب، نه در دانشگاه مانده. تعلیم تربیت دنیای امروز بسیار مدرن و پیچیده است. در فضای مجازی، کلاس‌های آنلاین، سایت‌های علمی هست که در خب خود کودکان و نوجوانان در جستجوی هستند و خود به خود این علم خود افزایش پیدا میکنه و بروز میشه. گاهی وقتا میبینیم که کودکان ما بسیار علمش بروزتر از من پدر و مادر هست. گاهی وقتا اون کنجکاوی های نوجوانان و جوانان که در دنیای مجازی دارن میبینیم که بسیار آگاهی هایی که اونها دارن فراتر از آگاهی هایی است که من پدر و مادر دارن. درسته، چون موارد را حتما بیننده های عزیز ما هم مشاهده کردن، قطعا در خانواده دیدن که در خیلی مسائل این رقم بوده. خب اگر ما یک فرصت باشه یک مسیر تاریخی تعلیم تربیت رو، اگر من پس طولانی است خانم علیزاده اجازه بدین که یک میان برنامه رو ببینیم. خواهش میکنم. تشکر. اما خب قبل از اینکه میان برنامه رو ببینیم، بیننده های عزیز و محترم، شماره تماس برنامه زیرنویس شده و شما عزیزان میتونید که برنامه را
سوالاتی که دارید از کارشناس محترم خانم شریفی علیزاده، همین الان هم سوالات خودتون رو برای ما بفرستید. ما بسیار بسیار خوشحال میشیم شما سوالات شما عزیزان رو دریافت میکنیم. قطعا سعی میکنیم که در همین برنامه به سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم و مباحث مختلفی که مطرح میشه قطعا مباحثی است که مورد نیاز خانواده ها و جامعه هستن. اما اگر خود شما کدام نظری در مورد مباحثی که مطرح میشه دارید و یا کدام پیشنهاد دارید از مباحثی که نیاز هست که مطرح شود، انشالله حتما با ما به اشتراک بگذارید از طریق واتساپ و تلگرام. و همچنان تاکید کنم که برنامه از طریق اینترنت هم به صورت لایو و زنده پخش میشه، میتونید که برنامه رو انشالله ببینید، نظرات خودتون رو برای ما بگذارید از طریق یوتیوب، از طریق آپارات، از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی و دیگه فضاهای مجازی هم برنامه رو دنبال بکنید. فکر میکنم اگر یک میان برنامه حاضر باشه، بله یک میان برنامه رو ببینیم و برگردیم. برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. ما همچنان در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم شریفی علیزاده با موضوع تعلیم و تربیت. خانم علیزاده در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. اگر نگاهی گذرا داشته باشیم به امی نظام تعلیم تربیت که در گذشته چه رقم بوده و چه تغییر و تحولاتی در او ایجاد شده تا به شکل امروزی از او رسیده، خب اگه یاد کرده باشیم، حالا شاید شنیده باشیم از پدر کلانا و مادر کلانای خود که مکتب میرفته و یا یک استادی داشته که بسیار لطکوبه میکرده بشاره و بسیار اینا از او استاد خود ترس میخورده و خیلی وقتا حتی طوری بوده که بسیار از کودکان روزی که مکتب داشته بسیار نگران و با استراب و با ترس و دلهوره میرفته در مکاتب. در گذشته خب معمولا کسی بوده به نام حکیم، به نام استاد که معمولا مجموعی از علوم را داشته، یعنی یک کسی حکیم می شده یا یک کسی استاد می شده که معمولا در زمین هم یک مقدار ریاضی بلد بوده، هم یک مقدار نجوم بلد بوده، هم یک مقدار ادبیات فارسی، بله علوم دینی، در کنار از او حتی پزشکی و مجموعی از اینها را با هم داشته که می شده یک استاد، می شده یک حکیم، می شده یک معلم. درسته؟ خب اگه ما این تفاوتی رو با در دنیای امروزی فکر کنیم و بیان کنیم، خب در دنیای امروز باز علم بسیار تخصصی شده، شاخه شاخه شده و هر کس دنبال یک شاخه کوچک از او است که در او زمینه تخصص پیدا کنه. شما هم علم پزشکی رو در نظر بگیریم که ما بسیار دکترای زیاد داریم که هر کدام در یک زمینه تخصص داره، مثلا یکی تخصص چشم داره، یکی تخصص پوست داره، یکی تخصص گوش داره، حلق بینی و همینطور به ترتیب هر دکتری در یک زمینه بینی. پس علم پزشکی بسیار شاخه شاخش همه علوم به همین طریق است و حتی در چشم هم ما میبینیم که یکی تخصص عنبیه رو داره، یکی تخصص شبکیه رو داره. بله. پس علوم امروز بسیار گسترش پیدا کرده، به همون خاطر هم بسیار زیر شاخه های زیادی داره که هر کس طالب علم باشه در یک زیر شاخه از او میتونه تخصص پیدا کنه. ولی در گذشته رقم نبوده و او حکیم یا استادی که بوده، مجموعی از علومی که اون روز بودن رو در اختیار داشته. چرا؟ به خاطر خب در گذشته محدود بوده، یه پیشرفتی که امروزه داره در گذشته نداشته. پس به نوبه بسیار این قافله علم به کندی حرکت میکرده و شاید در طول یک عمرش یک فرد مثلا 50 سال 60 سال میتونسته از همه علوم چکیده ای را در خود
داشته باشه، در حالی که امروز رقم نیست. این یک تفاوتش. تفاوت دیگر اگه ما خدمتش عرض کنیم که در گذشته خب معمولا مکاتب فضاهای بسته بوده که در یک روستای قریه شهری که کنار خانه ها ایجاد می شده و معمولا امکانات آموزشی خاصی نداشته، و یا اینکه یک برنامه درسی، یک منبع مشترک علمی هم نداشته که مثلا هر استاد هر آنچه که خود تشخیص می داده همون تدریس میکرده، باز شاگردای سال بعدم که میماده باز ممکنه همون رو باز تکرار میکرده به همین طریق. در حال که در دنیای امروز در این نظام تعلیم تربیت امروزی به این شکل نیست، برنامه‌ریزی شده است، هدفمند، منابع درسی مشخص است، محتویات کتاب ها با توجه به سن کودکان مشخص است که مثلا تفاوت بین علم قدیم و علم نو را گفتید و من به عنوان یک مادر نگرانی که شاید نگرانی مشترک تمام مادرها باشه به ذهنم رسید که هرچی باشه نباشه علم قدیم یک علم محدود بود. پدرها، مادرها یا استاد میتونست که کنترل بکنه که چه چیزی به طفلشون آموزش داده میشه، ولی علم امروز بسیار گسترده است، بسیار متنوع است. نگرانی من به عنوان یک مادر ایست که خب کدام یک از اینها برای طفل من مفیدتر است که طفل من او را دریافت بکنه، یا ای که همونطور که شما فرمودید زمان تغییر کرده، انسان ها تغییر کردن، شرایط تغییر کرده. من وقت طفل خود به مکتب میفرستم، شما فرمودید که جامعه پذیر میشه، خب من شاید شرایطی که در جامعه وجود داشته باشه را نپسندم برای طفل خودم، نخواهم که طفل من با این وضعیتی که در جامعه وجود داره جامعه پذیر شود و تشخیص بدم. کما که حالا برخی از افراد در کشور ما تشخیص دادند که نیازی نیست که اطفال ما این علوم را دریافت بکنن با این تغییرات، یعنی این تغییرات یک تغییرات منفی برداشت میکنن نه تغییرات مثبت. نظر شما در این باره چیست؟ خب ببینین، من به عنوان پدر و مادر یک این نگرانی رو داشته باشم که اولاد من میره بیرون شاید مثلا دچار مشکلاتی شود و علومی را که من دوست ندارم، اطلاعاتی را که من دوست ندارم، یا مثلا با ارزش های من همخوانی و سنخیت نداره، با فرهنگ من سنخیت نداره، یاد نگیره. خب ببینین، دنیای امروز شما نمیتونید علم محصول کنید، اولاد خودم نمیتونید محصول کنید، نمیتونید رو در داخل خانه بند کنید و بگید من هر آنچه که من یاد دارم در تو یادم کافی است. این اطلاعات شمای پدر، شمای مادر برای زندگی کودک شما کافی نیست. باید در جامعه باشه، باید آموزش ببینه، باید از آموزش رسمی جامعه بهره مند باشه برای اینکه در همین جامعه زندگی میکنه. خب چه خبر خودت؟ من بگم من میتونم، شما میگید تو نمیتونی. باید من میتونم بندی کنم دختر خودم، که این که الان خب مگه در افغانستان نکرد دختر رو در خانه محصور و بندی کردن و شو؟ خب این جامعه پیشرفت میکنه، این جامعه حرکت میکنه. الان جامعه ما، جامعه علمی ما در سکونه، جامعه علمی ما از قافله علم عقب مانده. خب حداقل از خطراتی که علم جدید ممکن داشته باشه مسئول هستن. مثل این میمونه که شما اولاد خود بگید دمی کارت دیس نزن، تو دست خود میبری. دیس نزن دست خود. خب بسیاری از کاربرد هایی که همی کارد یا چاقو داره او اطلاع نداره دیگه، خبر نه. و بنابراین نمیتونه از این چاقو یا کارد استفاده درست بکنه، و چون استفاده درست نمیکنه پس بنابراین از خیلی خدماتی که همین چاقو یا کارد میرسونه بی بهره میمونه. پس ببینید شما یک اصل را از اون محروم کردین، از خیلی خدماتی که پشت این اصل است بی بهره ماند. ما نباید اصل آموزش و پرورش رسمی را از کودکای خود محروم کنیم، چنان که در چند سال پیش اگه یادتون باشه زمانی که دورانی که ما و شما شاید کودک بودیم و مکتب میرفتیم، بسیار از پدرکلانا و مادرکلانای ما میگفتن فایده ای نداره که بره مدرسه، همینقدر که خواندن و نوشتن یادگیری برای زندگی کافی است. شاید در گذشته فقط خواندن و نوشتن، شاید هم علوم ابتدایی برای زندگی کافی بود، ولی امروزه وقتی که اولاد من میخوای پدر و مادرش رو در دنیای پیشرفته و تکنولوژی امروزی، آیا خواندن و نوشتن کافی است برای این زندگی؟ نه، قطعا نمیتوانن نیازهای اولاد خود پاسخگو باشه، چون که الان من و شما نمیتوانیم جلوی اولاد خود بگیریم و تمام نیازهای از او رو پاسخگو باشیم، چرا که کار حرکت میکنه. دنیا ببینید، شما الان در دورترین روستای افغانستان هم اینترنت را دارید. خب اگر آگاهی نباشه، اگر استفاده درست نشه، اگر فرهنگ سازی نشه، اولاد ما با استفاده از این فضای مجازی میتونه به خیلی از انحرافات برسه.
اگر من مادر اطلاعات نداشته باشم، من پدر آگاهی نداشته باشم، چگونه میتونم اولاد خود کنترل کنم؟ مگه نمیتونم گوشی هایی که امروز در تمام نقاط دنیا پخش شده و همه دسترسی داره، من چطور میتونم اولاد خود کنترل کنم در حالی که خودم اطلاعات نداشته باشم؟ پس بنابراین من نمیتوانم، یعنی دنیای امروز نمیتونه محصور کنی اولاد خود. اگر در دنیای امروز ما یک نسبت جمعیت خود محصور کردیم در خانه ها که شما درس نخوانیم به این خاطر که خطرات تحصیل متوجه شما نشوه، آیا فکر کنید این روش درستی است؟ نظام تعلیم تربیت ایستا میشه، نظام تعلیم تربیت سکون داره، نظام تعلیم تربیت از قافله علم عقب مانده. نظام تعلیم تربیت اگر همین حرفی که الان از خانم زده، بچه ها را روان میکنیم با مکتب که از قافله علم عقب نمانیم، دختره رو در خانه خب میسی یک آدمی میمونه که با یک پای خوب برو، یک آدمی که با یک پای حرکت میکنه چه خبر مقصد نمیرسه. خب یک انسان وقتی یک جامعه ای که نیم پیکره او جامعه، زنان او جامعه، دختران این جامعه است، آیا این جامعه با نیم پیکره خود به قافله میرسه؟ قافله علمی که هر 5 سال علم بشر دو برابر میشه. حالا ما کجا این قافله قرار داریم که نسبت جمعیت خود محرومم کردی؟ متاسفانه قطعا ما با یک پای به هیچ جایی نخواهیم رسید. این را در نظر داشته باشیم. خب از تعلیم تربیت دنیای گذشته و حالی که بررسی میکنه، به اثر صنعتی شدن و پیشرفت و تکنولوژی و فعلا مخصوصا در دنیای مجازی و فضای اینترنت، باعث شده که این چرخش تغییر و تحول در نظام تعلیم تربیت بسیار بسیار سرعت بیشتری بگیره. اگر قبلا به کندی حرکت میکرد، امروزه بسیار تند حرکت میکنه. گفتیم به طوری که هر 5 سال علم بشر دو برابر می شود. و واقعا ما آیا در هر 5 سال می توانیم خود را آپدیت کنیم، بروز کنیم و دو برابر اطلاعات خود را بکنیم؟ این واقعا ما باید، یعنی اگر نکنیم واقعا چیزی برای ارائه نداریم. یعنی 5 سال بعد اگر تحصیلات کارشناسی ما یا همون لیسانس ما ترم می شود، اطلاعات ما دیگه بروز نیست. ما باید اطلاعات خود، اگر دیپلم دارم 5 سال بعد دیگه اطلاعات ما بروز نیست، باید با اون چیز، اون چیزی که علمی که در روز بروز میشوه، ما باید خود همخوانی داشته باشم، ما باید خود وقف بدم با این علمی که در جامعه در حال حرکت است. خب زده تا بکی همه رقابت با جهان، با دنیا، با کشورهای دیگه، خب شاید یکی تا بگم ما با همین سبک زندگیمون خوشیم. خب نمیشه. ببینین میگفتم در گذشته چون همه شبیه هم بود، اگر علم محدود در مکاتب بود، اون مکاتب در کل روستاها بود و خب بچه ها و دخترها هم در ما حدی که یک خواندن و یک قرآن خواندن و حروف الف با رو میشناختن، این برایش کافی بود و همه شبیه هم بود. ولی در دنیای امروز که حد و مرزها خارج شده و ما یک کره‌ای داریم که دیگه تقریبا مرزی وجود نداره، چون فضای اینترنت و فضای مجازی باعث شده که مرزها شکسته شود. این رقم نیست که من یک جغرافیایی داشته باشم بگم من با جغرافیای دیگه کاری ندارم، من محصورم در جغرافیای خود، جغرافیای دیگه هر کاری میخواد بکنه برای خود میکنه، در حالی که در با فضای اینترنت، با فضای مجازی این جغرافیایی وجود نداره و همه جهان به همدیگه وصل است. متاسفانه اگر نتونی خودت با این دنیا، با پیشرفت علم و تکنولوژی امروز تطابق بدی، طبقت بدی، همخوانی ندی، محصور باشی، خود عقب میمانی و باعث میشه که مورد سوء استفاده قرار بگیریم، باعث میشه که تسخیر شوی، باعث میشه که دیگران تو را به تسخیر خود بگیرن و از کلی سوء استفاده هایی داشته باشن. متاسفانه روایت از امام علی علیه السلام هم زده و ذهنم رسید که امام علی علیه السلام میفرمه العلم سلطان. بله. و علم هست که باعث میشه که یک نفر قدرت داشته باشه، بتونه که تأثیر گذار باشه، و اگر که کسی علم نداشته باشه دیگه کسی، هم تو شما فرمودید دیگه کسایی که علم دارن میتونن که تأثیر میگیرن، تأثیر میگیرن، کشورشه، منافعشه، ملتشه، ثروتشه، سرمایه‌های برخلاف انسانیشه، به تأثیر میگیرن. حداقل آرمان‌های دینی ما به عنوان افراد مسلمان از اعتقاد داریم که افراد غیر مسلمان نباید که به سر ما سلطه داشته باشن، ولی وقتی که علم نداشته باشیم ناخودآگاه مجبوریم که تسلیم دیگه افراد شیم، چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان. و چقدر اسلام تاکید شده بر علم آموزی، فریضتون بر مؤمن و مؤمنه. خب یک فریضه است که واجب است بر زن و مرد مؤمن که دنبال علم باشن. متاسفانه بعد اینقدر تاکید شده در دنیای اسلام، ولی ما مسلمان ها از قافل علم عقبیم. درست. شما اما
بینندگان عزیز محترم یک میان برنامه رو ببینیم برگردیم. بینندگان عزیز و محترم، همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنان تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم شریفی علیزاده با موضوع تعلیم و تربیت و مبانی تعلیم و تربیت که ادامه بحث رو در خدمتشان هستیم. خانم علیزاده بزرگوار، مباحث بسیار خوبی رو مطرح کردید در مورد تعلیم و تربیت. سوالی که به ذهن میرسه است که چه ضرورتی داره خانم علیزاده که تعلیم و تربیت به این نحو امروزیش را ما دریافت بکنیم؟ چون حالا تعلیم و تربیت اگر به نحو سنتیش باشه، خب مثلا همونطور که شما فرمودید عناصری را از گذشتگان ما یاد میگیریم نسل به نسل و او رو در جامعه انجام میدیم، یا بسیار از افراد گفته میشه که مثلا تعلیم و تربیت دینی کفایت میکنه، یک سری اصول و فروع دین که نیاز عمومی مردم است اگر یاد بگیرند و تعلیم ببینند خب خوب است، بس است، کفایت میکنه، دیگه بیش از اون هم نیازی نیست، به ویژه برای قشر خاصی از جامعه که قشر اوناس جامعه باشه مثلا. اما نظر شما به عنوان کسی که سالهای سال است در زمینه تعلیم و تربیت کار کردید برای اطفال، برای نوجوانان، به نظر شما تا چه حدی از تعلیم و تربیت، چه زمینه‌هایی از تعلیم و تربیت نیاز هست برای جامعه و چه ضرورتی داره؟ ببینید، ما برای تعلیم تربیت نمیتونیم که محدودیت قائل بشیم و بگیم که در همین اندازه که تعلیم تربیت داشته باشه اولاد ما کافیه. چون ما نمیتونیم اندازه برای او تعیین کنیم، چون دنیای علم دنیای ایستایی نیست، دنیایی که در حال حرکت پویایی داره. ما یک مثل یک رودخانه میمونه که در جریان باشه و من بگم یک توقف اینجا ایجاد کنه و بگم همین مقدار از آب رودخانه برای من کفایت میکنه، در حالی که من باید شناور در این رودخانه باشم، من باید با جریان رودخانه حرکت کنم، چرا که اگر بایستم یک جای قطعا رودخانه حرکت خود داره و منی که ایستادم ضرر میکنم، منی که ایستادم اینجا آب من مانده میشه. پس بنابراین برای اینکه یک جامعه حرکت و پویایی داشته باشه، باید در این رودخانه علم و دانش باید حرکت داشته باشیم و نمیتونیم برای از او یک مقدار، یک اندازه را معین کنیم و بگیم اولاد ما که همین قدر که تحصیل کرد یا همین قدر که علم آموخت برای از او کفایت میکنه. حدود که میشه مشخص کرد؟ چون نمتون شما فرمودید نامحدود، زمینه‌های متعدد است. ببینین، چیزی که زندگی امروزه میطلبه، زندگی ماشینی امروزه میطلبه، قطعا تحصیلات آکادمیک باید داشته باشه. آکادمیک که میگیم یعنی تحصیلات متوسطه، یک تحصیلاتی که برای حداقل زندگی در یک جامعه امروزی لازم است. خب هم تموم شدن 12 پاسی که در جامعه رواج داره، یا گرفتن همون دیپلم 12 پاسی که باید داشته باشه. خب اگر کسی باز دنبال علم هست و دوست داره، علاقه داره و مشتاق هست، خب میتونه به طور آکادمیک داخل دانشگاه یا فاکولته شه و علم خود تخصصی تر یاد بگیره و از طریق از او علم میتونه در جامعه کارآمد باشه، حالا بسین به حیث یک معلم، به حیث یک وزیر، به حیث یک وکیل ارائه خدمت کنه. اما برای یک زندگی معمولی، برای یک شهروند بودن معمولی، حداقل باید 12 پاس رو شما در دنیای امروز میطلبه که داشته باشیم، برای اینکه یک پدر مادر شایی و در آینده پاسخگوی حداقل نیازهای اولاد خود باشیم، میطلبه که همینقدر تحصیلات رو باید شما داشته باشیم. خب در اهمیت و ضرورت علم و دانش اگر خدمت شما، هر آنچه که بگوییم کم است، گرچه که در مابین مباحث خود مطرح کردیم کم و بیش، اما هر آنچه بگوییم باز هم کم است. ببینید، تعلیم و تربیت هم علم است، هم فن است، هم هنر است و تلفیق از هر سه این هاست و یک معلم و یک استاد باید هر سه اینها را داشته باشد که بتواند براحتی به دانش آموز خود
این ارزش ها، معلومات و اون انتقال علوم را بده به دانش آموز خود. و یکی دیگر این که تعلیم و تربیت موتور حرکت جامعه است. تعلیم و تربیت مادر تحولات جامعه است. پس بنابراین تعلیم تربیت یک علم ظریفه، تعلیم تربیت یک هنر با ارزشه. یعنی واقعا نمیشه قیاس کرد با هر نوع چیز دیگه ای. یک دنیای خاص خود داره که تعلیم تربیت بسترساز، زمینه ساز تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یک جامعه است. اگر یک جامعه ای را ما بخوایم یک تغییر و تحول مثبت بدیم، یا حتی اگر بخوایم یک تغییر تحول منفی بدیم در یک جامعه، دست میگذاره رو نظام تعلیم تربیت. چرا؟ باید از نظام تعلیم تربیت شروع کرد. چرا؟ چون سرمایه های انسانی در نظام تعلیم تربیت نهفته است. چرا که نخبه ها در نظام تعلیم تربیت نهفته است. مغزها در نظام تعلیم و تربیت است. اگر میخواهیم ما یک کشوری رو تغییر بدیم، ببینیم ما پدر مادرای ما عمر خدا کرده، تعلیم تربیت خدا یافته، دیگه ما نمیتونیم روی اونها کار کنیم، اونها رو تغییر بدیم. اگر میخواهیم جامعه رو دگرگون کنیم، چه در زمینه مثبت چه در زمینه منفی، روی نظام تعلیم تربیت، روی کودکان و نوجوانانی که اون سرمایه های اصلی و انسانی یک جامعه هستن و در خدمت در تعلیم تربیت هستن، ما میتونیم از اینها شروع کنیم. چرقم اگر تعلیم تربیت کارآمد باشه، با برنامه باشه، هدفمند باشه، اگر سرمایه گذاری شوه، واقعا اگر حمایت شوه، اگر مربیان دلسوزی در این نظام باشه، قطعا یک تحول مثبت خواهد داشت. قطعا جامعه به سمت پویایی و به سمت پیشرفت، به سمت خودکفایی میره. اما برعکس از اینم داریم، گفتیم تغییر و تحول منفی. اگر در یک جامعه تعلیم تربیت او جامعه رها شوه، اگر در یک کشوری اهمیت داده نشود تعلیم تربیت، اگر در یک کشوری سرمایه گذاری نشود، حمایت نشود و معلم های ناکارآمد مسئول تعلیم تربیت باشد، افرادی ناکارآمد، افرادی که نالایق هستند، افرادی که دلسوز و واقعا کار بلد نیستند در وارد نظام تعلیم تربیت شود، متاسفانه ضربات بسیار جبران ناپذیر را میتونه به این سرمایه های این مملکت که همون کودکان و نوجوانان ما باشه، سرمایه های انسانی حاصل عمر خانواده ها در نظام تعلیم و تربیت نهفته است میتونه ایجا کنه. بله، هم مثبت هم منفی. دو حالت تصور بکنید شما، که در حالت اول در مکاتبی را تصور بکنید، جامعه را تصور بکنید که یک تعلیم و تربیت فشل داره، یک نظام تعلیم و تربیت ناکارآمد داره، اساتید و معلمان ناکارآمد داره، و ما به عنوان مادر، یک نفر به عنوان پدر، اولاد خود رو به این مکتب روان میکنیم، ممکنه قطعا آسیب های زیادی رو ببینم تو که شما فهمیدید. خب در کنارش یک جامعه رو تصور بکنید که تصمیم بگیره به جایی که به این نظام آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت فشل و ناکارآمد طفل خود رو بفرسته، این نظام رو از پای بست ویران کنه، نابود بکنه و تصمیم بگیره که با سیستم قدیمی، با سیستم سنتی تعلیم و تربیت در خانه، در مساجد و اینها برگرده. یعنی یک جامعه ای که نظام آموزش و پرورش تعلیم و تربیت جدید را نداره، جامعه ای که داره ولی ناکارآمد است و ضعیف است. شما فکر میکنید که کدام انتخاب بهتری است؟ اینکه ما طفل خودمون رو بفرستیم به این نظام ناکارآمد، یا اینکه کلا رها بکنیم این نظام ناکارآمد؟ ببین، در هر که نظام ناکارآمدی که ما در جامعه هست، باز ما دنبال این هستیم که کدام مکتب، کدام مدرسه ای که باز هم کیفیت بالاتری داشته باشه، سعی میکنیم خب که دو روان کنیم. معلم پدر مادرایی که اهمیت میده در تعلیم تربیت کودکان خود، معمولا خود در جستجوی این هستن که اگر در مثلا در یک نظام تعلیم و تربیت رسمی یک کشور ناکارآمد میدونه، دنبال نظام تعلیم تربیت غیر رسمی است که کدام مکتب خصوصی، کدام جای، یک مسیری که بتونه دو فرزندش رشد پیدا کنه، قطعا دنبال، حتی اگر خرج کنه، مخارج داشته باشه، هزینه داشته باشه، سعی میکنه که فرزند خود در اون قسمت هدایت کنه تا عقب نمانه. اینه که ما بگیم باز مکتب خانه های سنتی و اینا، خب باز از اون فضای علمی امروز باز دور است، اون فضای آکادمیکی که باید باشه دور است. اگر نه، ما همون امکانات و امکانات آموزشی امروز اگر نداشتیم، خانواده بسیار فقیر هستیم،
به هیچ وجه من الوجو دسترسی و امکان دسترسی به آموزش های خاصتر، آموزش های خصوصی، آموزش های ویژه را ندارم. اگر این مکتب روان نکنم طفل خود خلاص میشه، اگر در خانه میمانه به در بازار باید بره و کار کنه، یک رقمی زندگی را بگذرانه. در این صورت خب ببینید، اگر اون مکتب رسمی و نظام آموزش پرورش رسمی یک کشور حداقل ها رو که داشته باشه، یعنی حداقل کودک من بی سواد نباشه، خواندن و نوشتن رو یاد میگیره، خب من روان میکنم در این مکاتب معیوب که مشکل داره از خبر داریم، ولی حداقل اینه که از خواندن نوشتن و اون حداقل سواد رو میآموزه، ولی کنار از اون سعی میکنم خودم اطلاعات بدم، سعی میکنم به جاهایی بفرستیم که اطلاعات مفید را دریافت کنم. یعنی کنار نظام آموزش پرورش رسمی من خودم در صدد یه هستم که دیگر آموزش ها رو هم کودک من دریافت کنه، این رقم نباشه که من او رو رها کنم، خب نظام معیوبه، کودک من که خب ناتوانه وارد یک نظام معیوب میشه، خب قطعا اون چیزی که من میخواهیم بیرون دادن نمیشه، پس باید تلاش کنم که حتما آموزش های لازم را از کنار، از گوشه کنار هم دریافت کنه. حالا میتونه من خودم بدم وجود داره در جامعه، نمیتونم گفت نظام بی ای، ولی خب نظام های جوامعی که کار کرده روی نظام آموزش پرورش خود، جوامعی که اهمیت داده، برنامه‌ریزی کرده، واقعا منابع درسی درستی داره، روش های تدریس درست داره، قطعا موفق تر هستن، قطعا نخبه ها و دانشمندان بهتری را به جامعه عرضه میکنن تا نظامی که معیوب باشه، چون ما یک ورودی داریم وارد در نظام تعلیم تربیت کودکانی که وارد سن مدرسه میشه و یک خروجی داریم که از اون طرف چی خارج میشه. خب در یک نظام معیوب، یک نظام مشکل دار، قطعا خروجی مناسب نیست، قطعا خروجی که میده مطابق با نیازهای جامعه نیست، ولی در یک نظام قدرتمند تعلیم تربیت، در یک نظامی که برنامه ریزی شده، کار شده و واقعا توانمند هست، قطعا وقتی ورودی ها رو میگیره خروجی های بسیار مطلوبی رو هم میتونه ارائه بده که او خروجی ها حتی در میتونه در دیگران تاثیرگذار باشه، در دیگر کشورها. ببینید ما در بسیار یک نظام معیوب نمیتونه دانشمند، نخبه، یک متفکر، یک استاد خوب، یک دکتر خوب تحویل جامعه بده. خب چی میکنه؟ یک رهبر خوب، یک مدیر خوب نمیتونه. خب وقتی که اینها معیوب باشن قطعا نمیتونه گرداننده یک جامعه باشه. چون ما خب به یه اعتقاد داریم که نسل آینده ما که اکنون در سرمایه های ما هستن در نظام تعلیم تربیت، باید آینده یک کشور بچرخونن، باید جامعه رو اداره کنن، درسته؟ وقتی نظام معیوب باشه قطعا بازخوردی که میدن معیوب هست و او بازخورد هایی که بیرون میان نمیتونه، ناتوان است از عهده اداره یک کشور یا یک سیاستمدار خوب یا دانشمند خوب، دکتر خوب، وکیل خوب نمیتونه بار بیاید. پس بنابراین باز این چرخه معیوب میمونه و کی میاد بر محاکمیت میکند؟ آن کس که نظام تعلیم تربیه مناسب خود داره و یک فرد قوی، یک فرد با علم بروز بیرون میده و او میایه بر ما احاطه پیدا میکنه. درست. کما اینکه ما تجربه شده در سالهای گذشته هم دقیقا داشتیم، همیشه دیگران بودند که برای ملت ما متاسفانه تصمیم گیری کردن. ای خوب است، ای بد است، ما فقط نشستیم که ببینیم که دیگه افراد چی، چون نظام تعلیم تربیت ما معیوب بوده. ما بسیار از بچه های ما با ضریب هوشی بالا، آیکیوی بالا در دیگه کشورها اگر باشه نخبه میشه، مدال میگیره، رتبه کسب میکنه، ولی اگر در کشور خود باشه خب این استعدادها مدفون میشه، هدر میشه. بسیار تشکر از شما، بسیار استفاده کردم، بسیار عالی. اما از شما بینندگان عزیز و محترم هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. عزیزان بزرگوار، اگر کدام سوال از کارشناس و محترم برنامه در مورد موضوعی که امروز مطرح شد دارید و یا ای که در مورد موضوعاتی که در آینده شما میخواهید که مطرح شود، اگر کدام پیشنهاد دارید، از طریق شماره تماس برنامه و از طریق واتساپ و تلگرام با ما در جریان بگذارید، ما رو بسیار خوشحال میکنید، نظرات شما عزیزان رو دریافت میکنیم. با همراهی کارشناس محترم از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.